حوادث ایران در دو سال اخیر و انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا طیف برانداز جمهوری اسلامی ایران را تقویت کرده ولی چرا حتی از جانب شماری از مخالفان جمهوری اسلامی در مورد طیف برانداز ابراز نگرانی می شود؟ سلام حالا دو سال بعد از انتخاب دونالد ترامپ مشخص شده که ریاست جمهوری او در آمریکا تهدیدی است جدی برای جمهوری اسلامی اما بحران در جمهوری اسلامی فقط به ترامپ مربوط نیست حوادث یکی دو سال اخیر از نشانه های تازی فساد و ناکارآمدی تا اعتراض های دی گذشته در شهرهای ایران همگی بحران درونی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند حتی شماری از تحلیلگران گفتند که در داخل ایران نظام حاکم در امتداد عوامل خارجی به خود ویرانگری هم دچار شده است از نظر آنان کشاندن یک نوجوان به تلویزیون برای اعتراف به جرم رقاسی اجرای حکم شلاق برای کسی که ده سال پیش در نوجوانی مشروب الکلی نوشیده بود و تلاش برای ممنوعیت مانتوهای جلوباز را تنها میتوان خود ویرانی جمهوری اسلامی نامید مجموعه این عوامل امیدواری به اصلاح جمهوری اسلامی را کم کرده و طیف برانداز جمهوری اسلامی را گسترده تر و صدای آنان را رساتر با این حال بخشی از آنها که خواهان سرنگونی نظام حاکم در ایران هستند دچار هیجان و شادمانی نشدند چرا؟ چرا طیف برانداز جمهوری اسلامی ایجاد امید نمی کند؟ آنها که مخالف جمهوری اسلامی هستند و نگران آینده از چه چیز نگرانند؟ این موضوع را با مهمانهای این هفته در میان میگذاریم. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگری است که امید خود به اصلاح جمهوری اسلامی را از دست داده با این حال نمیخواهد برانداز نامیده شود از او خواهیم پرسید چرا رضا پیرزاده از فعالان برانداز جمهوری اسلامی است آقای پیرزاده در عین وارد دانستن شماری از نقدها به طیف براندازی میگوید بخشی از نگرانی های موجود ناشی از فرهنگ حاکم بر سیاست ایرانی است که به امید اصلاح نظام خو گرفته است امار ملکی مهمان دیگر برنامه میگوید نگرانی نسبت به براندازان و ناامیدی نسبت به اصلاح جمهوری اسلامی کسانی چون او را به سمت تحول خواهی سوق داده است از آقای ملکی خواهیم پرسید تحول خواهی یا تحول چیست؟ و چطور با براندازی متمایز است خیلی خوش آمدید آقای مهدوی آزاد شما ابتدا به ما بگید نگرانی های شما چیه که علا امید نداشتن به اصلاح جمهوری اسلامی باعث شده شما اکراه داشته باشید از برانداز نامیدن خود ببینید یه مسئله اول این هست که برانداز شدن برانداز بودن اساسا اساسا یک شغل شده یک کسب و کار خانوادگی شده یعنی هر کس بر اساس منافعش یا بر اساس اون چیزی که تعریف میکنه یه چارچوبای تعریف میکنه که اساسا خیلیش انتزاعی وجود خارجی نداره در آنتولوژی علوم سیاسی نیست خیلی وقتا بر برعکس و بعد هم این ایده خودش رو تبدیل به یک ایدئولوژی میکنه یعنی اگر کسی سوال در موردش مطرح کنه یا مشکل باش داشته باشه انبوه اتهاماتی است که به سمت شما میاد به قدر این شغل براندازی جذاب شده که شما میبینید مثلا یک مجری تلویزیون یک شمال تلویزیون واسه که برنامه خوبی ایجاد بکنه میره سراغ ایجاد یک جریان براندازی یعنی گوگل میکنه یک کلمه خوشگل پیدا میکنه به نام آریستوکراسی و این مجرا میندازه و میگیره یه, یه تعداد زیادی هم مخاطب پیدا میکنه و میشه یه جریان جدی در حدی که در شورای امنیت سازمان ملل اسمش مطرح میشه برای مسئله اول این هستش که معتقدم بخش بزرگی از تعاریفی که در حوزه براندازی در ایران میشه اینا دکانه منظورم این نیست که در دکانش لزوما کم فروشی میکنن یا کلاه سر مردم میذارن میخوان کسب و کار شخصی خودشون داشته باشن یک شغل شده این یک دوم و سوم اما تحولاتی که بعد از آقای ترامپ در حوزه براندازی اتفاق افتاده نسل جدیدی که میتونیم اسمش رو بذاریم نیو براندازها در ایران شک گرفته خیلی صادقانه و با سراحت میگم جریانی که از نسرین ستوده گرفته تا سلیبریتی های سینما جریانی که از صادق زیبا کلام گرفته تا خشایر دهیمی رو فوش میده اساسا مایل نیستم اساسا کسی مثل من نمیتونه نمیخواد شبیه اون جریان باشه با اینکه شاید سوابق آدم های مثل من رو نگاه بکنید که معتقدم اکثریت جامعه هستیم اتفاقا خیلی روشنتر نسبت به خیلی از این نورسیده ها نشون دادیم که تغییر میخوایم کلیتش هم باید تغییر پیدا کنه و هزینه دادیم اما جریانی که از بالا تا پایین رو دشنا میده ابتکار عمل در اون جریان در نوبان ها دست در واقع لومپن ها افتاده با صداقت و, صداقت و, صداقت و تمام میگم نمیخوام با این جریان فاصله داشته باشم و مسئله دوم هستش که بعد از میخواید یا میخواید میخواید با چنین نمیخوام جریان... شبیه شون باشم میخوام فاصله داشته باشم مثلا دوم این هستش که این جریان نو برانداز متاسفانه دچار یک انقطاع نسلی نشار یک در واقع شکاف تئوری که خیلی جدی با طبقه متوسط شده شواهدش هم اعتراضات دیماه ماه اعتراضات دی مقدس بود بزرگ بود در 100 شهر بود تاریخ ساز بود اما در 100 شهر بود ایران 1600 شهر شهرستان داره یعنی در کمتر از 10 درصد بود در تهران 10000 نفر نه 100000 نفر نه یک میلیون نفر که نبودن بیرون بودن اما تهران بین 8 تا 12 میلیون صبح ها و شب جمعیت داره یعنی کمتر از 10 درصد یعنی واضحه که طبقه متوسط نیست دلایل نبودن طبقه متوسط همون دلایل اصلی منه که من به تدریج توضیح بیشتری هم خواهم داد چرا این همه تاکید میکنید بر وجود طبقه متوسط در جریانی که شما فکر میکنید باید براندازی بهش توجه کنه چرا اینقدر طبقه متوسط تقدس داره برای شما نه تقدس نداره مشکلی هستش که بعضی از این دوستان نوبرانداز ما حوزه تحصیلشون جامعه شناسی نیست تاریخ رو هم خیلی دوست ندارن تحولات در ایران از حاشیه اتفاق نمیفته منظورم از حاشیه نه اینکه به حاشیه بی توجه باشیم اقلیت ها تحولات ملی ایجاد نمیتونن بکنن تحول در ایران منطقا از مرکز شروع میشه از مرکز شروع شده میشه و فراگیر شده نمیتونه مثلا شهروندان سیستانی جنبشی را بیاندازن که ملی باشه این مسئله اول و دوم که ایران سال 1357 نیست جمهوری اسلامی بخواد یا نخواد 14 میلیون تح... تحصیل کرده دانشگاه تحویل جامعه اگر اون شهروندان سیستانی بلوچستانی خواستایی داشته باشن که این خواستا سراسری باشه الان بحران آب سراسریه چرا نمیشه بحران آب؟, آب که نمیتونه جنبش براندازی را بندازه ب... چنین مم. مطالباتی که واقعیت هم داره نشه از ناکارآمدی محض بی ارزگی محض جمهوری اسلامی نهایتا میتونه اختشاش درست بکنه تغییر تحول براندازی براندازی موضوع تئوری که شما باید بگید از یک فضای گفتمانی از یک دیسکورس مشخص میخواد به سمت گفتمان جدید مثلا دموکراسی برید یعنی از اون مطالبات باید رفت به سمتی که یک جدید آقای پیرزاده این نقد ها خیلی جدیه از نقد اولشون شروع کنیم که به گفته ایشون براندازی یک شغل شده من نمیدونم درباره دقیقا چه اشخاص یا چه گروه هایی صحبت میکنند. کنند من میتونم فقط در رابطه با شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد که, که بخشی از براندازی و یکی از شهرهای شاخص شاقای رضا پهلویه بله شاهزاده رضا پهلوی که یکی از بنیانگذاران شورای ملی بودند و مدت سه سال ریاست شورا را داشتند ببین ما در شورای ملی ایران من از واژه براندازی نمیخوام سوء استفاده بکنم ولی هدف ما چی هستش هدف ما رسیدن به یک ساختار سیاسی دموکراتیک و سکولار هست هدف ما رسیدن به یک اقتصاد کاملا شفاف و لیبرال هستش هدف ما رسیدن به رفاه و امنیت برای مردم ایران هست هدف ما یک سیاست خارجی که در جهت منافع دفاع از منافع ملت ایران بتوانیم با تمام کشورهای منطقه و دنیا روابط دوستانه داشته باشیم برعکس دقیقا چیزی که امروز ما در این چهل سال شاهدش هستیم برای رسیدن به این اهداف و برای رسیدن به اون منشور 17 مادهی که ما بهش اعتقاد داریم راه حل چی هستش اگر اصلاحات می توانست در این چهل سال موفق بشه که خب فکر میکنم که ه سال آقای رفزنجانی به علاوه هیست سال آقای خاتمی و الان بیش از پنج سال آقای روحانی این فرصت بسیار زیادی رو داشتن که بتوانند به اون نتایجی که همیشه دنبالش بودن برسن پس اصلاحات جواب نداده اصلاحات کاملا شکست خورده چون اون ساختار سیاسی که حاکم به ایران در ایران هست اون قانون اساسی اصلس... که حاکم هست غیر قابل اصلاح هستش و اجازه نمیده که حتی کسانی که صادقانه دنبال این اصلاحات هستن بتوانند به نتیجه برسن پس بنابراین ما اعتقاد داریم برای اینکه بتوانیم به این فضا برسیم به اون اهدافمون برسیم باید از نظام کنونی جمهوری اسلامی عبور بکنیم ولی تمام براندازها رو من با این تقسیم بندی زیاد موافق نیستم همه براندازها رو در یک جا بگذاریم چون خود من با شاید با هر براندازی همسو نباشم بعضی از براندازها هستن که ممکنه که اعتقاد دارن که باید با حمله نیروهای خارجی به ایران به اون نتیجه برسند و هدفشون فقط سقوط جمهوری اسلامی هدف شورای ملی ایران سقوط جمهوری اسلامی نیست هدف ما فراتر از اونه عبور از جمهوری اسلامی یک مرحله هست برای رسیدن به دموکراسی چون ما اعتقاد داریم که با بودن این ساختار به هیچ وجه نمیشه به اون دموکراسی لیبرالی که می‌خوایم برسیم پس بنابراین همه براندازها رو نمیشه توی یک ساخت گذاشت ولی اگر بشه گفت براندازها عموما تیفی هستند که دغدغه اصلیشون صرفا براندازی جمهوری اسلامی هست شما این رو خطا میدونید دیگه و کار حرفه ایشون در این سمت و سو هست اونجوری که آقای مهدوی آزاد میگن شغلشون براندازی این رو خطا میدونید به نظر من ما نمیتونیم بگیم که ما فقط و فقط هدفمون سقوط جمهوری اسلامی هست چون فردای اون سقوط چی آیا اگر ما بخواهیم یک دیکتاتوری رو با یک دیکتاتوری دیگه جایگزین بکنیم که چیزی فرق نکرده پس بنابراین به از این مثبت فکر بکنیم بگیم که دقیقا خواست ما و دیدگاه ما برای آینده مملکت ویزیونی چشماندازی که برای آینده مملکت داریم چی هست نه اینکه الزاما فقط بیایم این رو خلاصه بکنیم به سقوط یک نظام جمهوری اسلام آقای ملکی شما چرا فکر میکنید نه براندازی نه اصلاح طلبی بلکه تحول خواهی یا تحول طلبی این مش یا این استراتژی این موزه تمایزش مثلا با براندازی چیه؟ ببینید ما یه بندی اگه بخوایم بکنیم خب یه کسانی داریم که معتقد هستن که نظام جمهوری اسلامی باید حفظ بشه که در اونها دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب رو درش داریم یک کسان دیگه ای هستن که قائل به این هستن که ما در اصل نیازمند این هستیم که تغییر نظام شکل بگیره یعنی اصلاحات انجام جواب نمیده جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست و ما نیازمند تغییر نظام هستیم رسیدن به یک دموکراسی سکولار در این،, این هم دو گروه رو داره یعنی من قائل به این هستم که ما بخشی از تحول خواهان داریم بخشی از برانداز رو داریم براندازی همونجوری که خب بحث شد نگاهی که آقای پیرزاده فرزن به براندازی داره به نظر من دیوار به دیوار نگاه تحول خواهی هست از این منظر که اهدافشون یکی هست یعنی اهداف تحولخوان و براندازان تغییر نظام هست سیستم به یک دموکراسی سکولار هست اما بحث تفاوت راهبرداست و از این منظر هستش که بخشی از براندازی که شاید بیشترین صدا رو هم توی فضای اجتماعی پیدا فضای به شبکه‌های اجتماعی پیدا کردن اون قسمتی هستش که شاید به نوعی تحول حتی بخشی از براندازان هم زاویه دارن اونها تفاوتی من بهمن... که گفتید چی هست؟ بله اینا تفاوت راه برده اینست که بخشی از برانداز ها نگاهشون همین هستش که به نوعی ما فقط همه چیز مکول به براندازی یعنی مسئله انگار گویی هدف قایی براندازی جمهوری اسلامی است در حالی که همینجوری که تحول قائل قاید به که برنداز... تغییر نظام یکی از اهدافی است برای رسیدن به چیزهای که دموکراسی سکولار سکولاریسم به... به نوعی مهار فساد هست حکمرانی خوب هستش. ولی بسیاری از اون بخش از برانداز که من میگم مرزبندی بخش تحول با و براندازان افراطی خشونتگیرا و انتقامجو هستش و متأسفانه درصد اونها هم بخشی از براندازان هستند. یعنی میشه گفتش که اما این رو من بگم اتفاقا من انقدر بدبین نیستم مثل آقای مهدوی آزاد که بگم براندازها به نوعی اینها این صدای غالب هستن یا حداقل اکثریت براندازها هستن نه همونجوری که میدونیم براندازها طیف مختلفی دارن گروه های مختلف هستن در, در درون براندازها هم ما به نوعی یک اجماعی نداریم براندازی از جمهوری مجاهد خلق برانداز هستش طرفداران پادشاهی برانداز هستند کمونیست کارگری برانداز هست ری ادعای براندازی داره همه اینها برانداز هستند ولی کاملا میگید... بله شما میگید اون جریانی که شما افراطی مینامید جریان قالب نیست ولی همه میدونن اصلاً که اینکه جریان غالب نیست ولی صداش بلند هست ولی, ولی صدای همه میدونن بلند که در جریان براندازی مثلا سازمان مجاهدین خلق سازمان یافته ترین بیشترین منابع رو داره و صداش خیلی رساست این کسانی چون آقای مهدوی مولوی آزاد رو نگران میکنه دیگه این ما یه نگرانی نیست خب این بحث همین بود که شما سوال کردید که چرا شما خودتون تحول خواه میدونید از این منظر گفتم در صد ما نگام این هست که اگر برند اگر تغییر نظام یعنی براندازی خب تحول خواه هم دنبال تغییر نظام هست اما که در مورد راهبردها و چگونگی رسیدن به اون تغییر نظام تفاوتایی هستش همین که میگید فرزند گرایش مثل مجاهدین خلق خب شاید نگاهش این هستش که تمامی تغییرات بعد از براندازی یعنی همه چیز موکول براندازی است ولی ما قائل به این هستیم که خب نه شما میتونید مثلا رفراندوم خواه باشید در داخل ایران 15 نفر از فعالان به نوعی شناخته شده اومدن گفتن که آقا ما جمهوری اسلامی رو پذیر نمیدونیم و فکر میکنیم که باید فشار بیاریم جمهوری اسلامی تن به یک رفراندوم آزاد بده این که شدنی سیانه یه بحث دیگری است اما رفراندوم خواهی به نوعی یک نگاه هست بعد نگاه تحول خواهی این هستش که ما همه چیز رو نمیتونیم مکول براندازی کنیم ما برای تک تک مطالباتی که مطالبات مدنی حقوق بشری اجتماعی مون هستش میتونیم مبارزه کنیم فرضاً مبارزه برای بحث حجاب بر علیه حجاب اجباری یک مبارزه ای هستش که تحول به نوعی پیگیری میکنن فکر میکنم باید جلو بره نه الزامن وایسیم تا اینکه جمهوری اسلامی براندازی بشه به اون میرسیم درست این نگاه که اگر جمهوری اسلامی براندازی بشه حجاب اجباری هم براندازی میشه اما ممکنه جمهوری اسلامی 20 سال سی سال آینده براندازی نشه یا به هر دلیلی استمرار پیدا کنه بحث تحول خواهی و براندازی با اون مفهومی گفته میشه سر تفاوت راهبرداست بله آقای آزاد اونچه که آقای پیرزاده و هم ملکی گفتن جواب نگرانی شما نیست واقعا نه خیر نیست نیست و دوستان ما که جزو خوش فکر ترین نیروهای سیاسی هستند هم یک کمی که خودشون رو پشت این اصلاح طلبان قایم میکنن در واقع همونطور که آمریکای جنایتکار بهانه خوبی است واسه آقای خامنه ای پشتش واسه علی خامنه ای پشتش قایم بشه این اصلاح طلبان و بی ارزگی هاشون و افتضاحاتی که به بار آوردن بهانه خوبی است که دوستان همیشه پشتشون قایم بشن که آقا اصلاحات ممکن نیست اصلاحات که صحبت از اصلاحات نمیکنن تمام اصلا صحبت از اصلاحات است ببینید سال 1358 59 60 بعد از خرداد 60 موقع که شما میگفتید اپوزیسیون جمهوری اسلامی هست میگفتن شورای ملی مقاومت مسعود رجوی ابوالحسن بنی صدر این ائتلاف قبل از اون شاید کسی میگفت بختیار کسی نمیگفت سلطنت طلبان چرا چون سلطنت انقلاب شده بود سلطنت به پایان رسیده بود اشتباهات جمهوری اسلامی در این سالها خطاهای سازمان مجاهدین خلق باعث شد که سازمان مجاهدین خلق اون زمان بسیار محبوب بود در خوردادش از کم کم رفت در قعر جدول محبوبیت اساسا دیگه الان جایگاهی نداره و نوستالژی دوران سلطنت تکنیک های خوب نیروهای طرفدار آقای پهلوی و غیره باعث شد که نیروهای سلطنت طلب بشند اپوزیسیون جمهوری اسلامی سال 1384 اگر شما میپرسید اپوزیسیون جمهوری اسلامی کی است میگفتن طرفداران شاهزاده رضا پهلوی الان اگر با صحبت از نیروهای برانداز میکنیم جریانی است که بعد از آقای ترامپ در واقع ابتکار عمل رو به دست گرفته در واقع نیروهای طرفدار سلطنت و غیره که جزوش هستن اما ابتکار عمل با اون نیرو است اون نیروها نیروهای برانداز اصلی جمهوری اسلامی هستن ابتکار عمل رو به دست گرفتن و عملکردشون هم خیلی واضحه از که چپ سیاست ایران تا منتهی راست سیاست ایران رو میزنن به همه دشنام میدن قشری مفاهیم ایدئولوژیک رو وارد سیاست میکنن و شما هم سکوت میکنید چنین آقای پیرزاده آیا جریان اصلی براندازی الان خودش رو در واقع یه جوری پیرو یا امیدوار به سیاست های ترامپ میدونه؟ من چنین برداشتی ندارم حالا ممکنه بعضی از گروه ها یا شخصیت ها اینطوری فکر بکنند ولی به نظر من ببینید ما باید بیاییم یه شاید تقسیم بندی دیگری بکنیم چون موقعی که میاییم میگیم که در یک طیف براندازها مجاهدین خلق و شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد رو کدرا هم میگذاریم، خب این یک طیف نیست نمیشه تمام اونایی که میخوان از جمهوری اسلامی عبور بکنن رو در یک جا گذاشت چون یه عده میخوان عبور بکنن به یک دیکتاتوری دیگری برسند یه عده ولی میخوان عبور بکنن چون میخوان هدفشون دموکراسی و سکولاریسم هست و چون میدونن که در این ساختار رسیدن به این اهداف غیر ممکنه پس چاره ای ندارن به جز عبور از این نظام به عنوان مثال ببینید جناب ملکی بهش اشاره کردن به مسئله رفراندوم اولین اقدامی که شورای ملی ایران دو, سه هفته بعد از تاسیسش انجام داد یک نامه بود خطاب به آقای خامنی به علی خامنهی که درست یک ماه قبل از انتخاباتی بود که آقای روحانی شد رئیس جمهور جمهوری اسلامی و اونجا در این نامه ما به آقای خامنهی گفتیم که این انتخاباتی که شما میخواین برگزار کنید نه آزاد هستند و نه سالم بیاید اینو منحل بکنید و اجازه بدید که یک فضای باز و آزاد و سالم طبق شرایطی که شورای بران تعریف کرده این شرایط فراهم بشه در ایران و یک انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان برگزار بکنیم بنده شورای ملی ایران رو نزدیک‌ترین چیز به تحول خواهی میدونم تا براندازی که صدای کسان دیگه توش بلند هست و فرقی هم نداره اگر این تعریف براندازی هستش من خودم رو برانداز میدونم با نگاه شورای ملی ایران که از رفراندوم حمایت میکنه دنبال گزار به مسالمت این هست اتفاقا ما صدامون رو وایسادیم داریم دفاع میکنیم از ایده اینکه اجازه ندیم که براندازی یا تحول خواهی که دنبال تغییر نظام هستش فقط دست این جماعتی باشه که به نوع افراطی هستند پرخاشجو هستند و انتقامگیر هستند اگر بخشی از جریان براندازی به گفته شما در راهکار و در اهداف شبیه چه هست که شما تحول خواهی مینامید در این صورت خب این تمایز از بین میره یعنی تحول خواهی میشه نوعی براندازی که معتقد کار مدنی کماکان باید انجام بشه و با حمله خارجی هم مخالفه بنابراین دیگه جایی برای تحول خواهی نمید. بگید براندازی مثلا چه میدونم آرام مثل انقلاب مخملی ببینید اتفاقا هیچ آید. مشکلی ما با این نداریم اگر شما اون دستبندی که اول گفتم از اون طرف شما فرض کنید بگید باقا جمهوری اسلامی جناح اصلاح طلب و اصولگراش دنبال استمرار و حفظ نظام هستند پس دوتا رو میشه بگیم استمرار طلبند درست از یک جهت درسته اما واقعیت چیه که از خیلی جهات البته درست نیست برای اینکه بسیاری از اصلاح طلبها میگن اتفاقا ما با استمرار وضع موجود مخالف هستیم نه نه میگن که اونها هم در این برنامه نزام. نیستن به این استمرار ك... وضع موجود با استمرار نظام فرق داره بحث ما بله. این تغییر بله. نظام و حفظ نظام بله. اصلاح طلبی اصلاح طلبی که میگن اصلاح طلبی که از خود اصلاح طلب میدونه اصلاح طلبی نداریم که بگه حفظ نظام برای مهم نیست و اولویت نداره میخوام بگم اگر قائل هستید که اصلاح طلب و اصولگرا تفاوت هایی دارند من به همین جایلا هم میتونم بگم که تحولخواه و برانداز هم و میگم از نظر که برانداز فقط این نگاه براندازانه نیست بله. قشن بزرگی است همون که گفتیم ما یک چند ثانیه با هم صحبت کردیم دکتر پیرزاده عزیز گفتش که اصلا این تعریف براندازی درست نیست دکتر ملکی عزیزم گفت من اصلا همون برندازم برانداز همون تحولخواه رسیدیم به همون حرف من اینها اینها در واقع فرزیه، فرضیه اینا وجود خارجی نداره اصل مشکل بذارید من خیلی پراتیک براتون توضیح بدم این بوده که فعالان خارج از کشور خواستند ابتکار عمل را از داخل بگیرند اومدن یه تابوی یه هیولایی ساختن اسمش رو گذاشتن اسحال طلب من من صحبت از آدم آدم به چیز مثلا عارف نمی کنم. صحبت از در واقع نیروهای کاملا حکومتی اصلاح طلبان نمی کنم. صحبت از انبوه طبقه متوسط منتقدی می کنم که هدفشون تغییر حکومت زندانم رفتن آقایون بهش آقایون نه بزرگا بهشون میگن اصلاح طلب فلان. خواستن ابتکار عمل اصلاح طلب منظورتون اسحال طلب میگن اهانت میکنن اه. بخش بزرگ اه. از چیزایی که میگن رو شما اصلا نمیتونید تو بی بی سی بگید اه. ببینید اصل موضوعی بودی که خواستن ابتکار عمل رو از داخل بگیرند بنابراین اومدن داخل رو زدن حالا اتفاقی که افتاده چی بوده نیروی انسان میخواستند برای اینکه نیروی انسانی و عده جمع بکنن رفتن از لومپن ها یارگیری کردند لومپن با... لایک گذاشتن پای کامنتشون حالا لومپن ها دارن از خودتون عبور میکنن یعنی شما فکر میکنید لومپن ها منحصر هستن به جریان و برنده است؟ ببین من قبلش اسم برای شما گفتم نمیخوام تو برنامه اسم برام فعالی بود که شما میشناسیدش در یکی از کشورهای اروپایی اومد بعد از وقایع سال 88 از احمد شاملو گرفته تا نیروهای بلا استثناء به همشون پشت داد گفت شاهزاده رضا پهلوی شما تقویتش کردید خب حالا حالا این آدم عوض شده الان شده بزرگترین دشمن شاهزاده رضا پهلوی جریان را انداخته به نام زد رضا بازها به شار رز... اسخای به طرفداران شاهزاده رضا پهلوی میگه رضا بازها شما به خودتون پنهان میکنید میگید او عامل جمهوری اسلامی عامل جمهوری اسلامی نبود لومپنی بود که زمانی ازش استفاده کردید حالا حالا علی خودشون تبدیل شده در واقع میخوام بگم نیروهای این داستان خیلی معروفه توری معروفه میگه محافظه رادیکال های امروز محافظه کاران فردان کسانی که یک موج رادیکالیز رو نه با هدف سیاسی با هدف گرفتن ابتکار عمل از داخل کلید زدن در مراحل بعدی قربانی روندی شدن که خودشون اجازه بله. داشته بودن از استفاده استفاده کنید از عملکرد یک شخص یا چند شخص برای خراب کردن یک تفکر فکری یا یک جریان سیاسی همونطوری که شما به درستی گفتید در هر تیفی متاسفانه در جامعه ما اینطوری هستش که در هر طیف سیاسی یک سری آدمایی هستن که لومپن هستن یا اینکه توهین میکنن یا فرش میدن این متاسفانه وجود داره و مسئله فرهنگیه اه اه این حالا اون شخص من نشون موضوعتون که هست ولی مسئله هستش که به نظر من مشکلی که من میبینم هستش که این مرزبندی که ما الان میکنیم یا انجام شده بین تحول خواه و برانداز این مرزبندی غلطه یا اصلاح طلب مرزبندی درست به نظر من هستش که چه کسانی چه گروههایی دنبال یک دموکراسی سکولار هستند اونو باید تعریف بکنند و چه کسانی دنبال حفظ این حکومت استبدادی امروز هستند یا چه کسانی دیگری میخوان این دیکتاتوری امروز با یک دیکتاتوری دیگه فردا جایگزین کنند مرزبندی واقعی اینجاست چون موقعی که میگم میگیم که اصلاح طلب تحول, تحول خواب بخشید یا برانداز تو هر یکی از این گروه ها تیف های مختلف هستن با اندیشه های تیف... مختلف تیف های مختلف, مختلف. مختلف هستن ولی تمام اون تیف های مختلفی که مختلفی که زیر مجموعه براندازی هستن در یک هدف مهم شریکن براندازی که برنامه زم... و این یک زمینه اشتراک ایجاد میکنه دیگه بره. شما و مجاهدین خلق میگید جمهوری اسلامی رو باید برانداخت ممکنه در زمین های دیگه تفاوت های جدی داشته باشید ولی خود همین هدف مشترک به هر حال یک ایجاد یک تیفی میکنه مگه غیر از این از, هم از اون طرف هم می‌تونید خودتون به خوبی میدونید که خیلی از کسانی که خودشون رو برانداز مینامند میگویند که اگر بخواد مجاهدین خلق بیایند جایگزین نظام جمهوری اسلامی بشن ترجمه میدن جمهوری اسلامی بمونه سر کار پس بنابر این شاید یه دست براندازها خودشونو نمیگم نزدیک به خامنه تا خانم رجوی و شاید خودشون رو دورتر میبینن به خانم رجوی تا با آقای خامنه ای پس به نظر من خیلی پیچیده است این داستان بهتر ما صحبت رو بیاریم سر مسئله اونایی که دنبال دموکراسی سکولار هستن و نیروهایی که به دموکراسی اعتقاد ندارن و دنبال یک حکومت قوی و قدرتمند هستن که بتونن به اهداف خودشون برسن کسی که بیننده جدی این برنامه است خواهد گفت که اگر چینی چقدر چرا این همه اختلاف نظر بین شما سه نفر هست میدونید خود این نشون میده که افسون بر اون دستبندی کلی که شما دارید میگید یه طرفدار دموکراسی نیستن یه در درون اینهایی که طرفدار دموکراسی و به قول خود شما دموکراسی سکولار هستن تفاوت ها چنان بارزه که اگر این تفاوت ها به بحث گذاشته نشه ما یه گمراهی میشه دیگه آقای ملکی یکی از واقعیت اینه که یکی از عوامل مهم در این قضیه دولت آمریکا و به طور خاص دونالد ترامپ جریان تحول خواهی در مورد کمک گرفتن از عوامل خارجی به طور اخص دونالد ترامپ مثلا در زمینه اعمال تحریم ها. چه موضعی داره؟ من فهمی کنم نسبی یه چیز به به مورد به مورد فرق داره من فهم کنم نگاه که من خودم میگم با من کس که نگاه تحول خوان دارم من احساس میکنم در صد دولت آمریکا در یک سری تحریم های حقوق بشری و تحریم های مثل مثلا تحریم صدا و سیما میتونه مثبت عمل کنه اما اینکه تحریم های اقتصادی رو مثلا حمایت بکنیم اینکه تحریم هر نوع تحریم رو حمایت کنیم نه خیر اینجوری نیست شاید و البته یه نفری باشه مثلا ادعای تحول داشته باشه بگی من تو های اقتصادی هم خوبه میخوام این بحثی که بیان بگیم که یک جریان کلی تو همین برانداز ها هم شما نمیتونید بگید که همه مدافعین هستن شما تا سری مارکسیست کمونیست هایی دارید که شدیدن ضد ترامپ هستن و هر کاری حتی ترامپ بکنه رو میگن بهتر از جمهوری اسلامی حمایت کرد یه جهانی و قبول نداره بله. 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 بله خب اون فکر کنم یه جم... مقدار بله آقای مهدوی وقتی پیش از برنامه با شما صحبت می میگفتید که بخش زیادی از مردم ایران مثل شما هستند به این معنا که امیدی ندارن به اصلاح نظام جمهوری اسلامی اما نمایندگی خودشون رو در جریان برانداز نمیبینن و گفتید یکی از دلایلش اینه که نمیبینن که اونها مسائل مربوط به معاش و اینجور چیزها رو بهش اهمیت بدن واقعا چنین چیزی هست میشه گفت ببینید هست به این خاطر که شما میبینید تهران که کانون متا... در واقع تحولات و فشار سیاسی است از دیماه به این ور حتی در بعد از اعتراضات بازار با اینکه نشانه های زدی جدی نشون میده هیچگاه جدی وارد اعتراضات نشده واضحه اصلا طبقه متوسط جاش از اعتراضات دیما خالی خالیه خیلی واضحه و اینا به نظر من به خاطر همون 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 فاصله شکافی است که متاسفانه بین جریان برانداز افتاده ببینید متاسفانه جریان برانداز, برانداز و طبقه متوسط جریان برانداز پروژه سیاسیش رو باز نه شما دو بزرگوار نه همه طبیعیه کلیت جریان برانداز پروژه سیاسیش رو صرفا بردن دموکراسی در ایران تعریف نکرده پروژه اصلیش رو گره زد پایین کشیدن آقای خامنه ای در واقع تعریف کرده تو این زمینه البته جریان تحول خواهی از تعریفش روشن تکلیفش یه مقدار روشن واسه همین این جوجه ها نمیتونه با واقعیت کنار بیاد چطور ممکنه بله آزادی خواهیم باید بره ولی بله چطور ممکنه است کسی دل در اون کشور داشته باشه از چه تحریم های علیه مردم دفاع بکنه آقا چطور ممکنه شما ب... تحریم ترامپ از چنین تحریم هایی که ترامپ هست که به ب... برنامه نفت در مقابل غذا برسه و بعد تو روز روشن تو ما میگیم آقا مردم در داروشون هم دچار مشکل میشن میگن این آ... میگن اینا مثلا دوغای های جمهوری اسلامی میخوان مردم را ویران خواهد کرد این تحریم ها مردم چطور ممکنه ببینید چون پروژه سیاسیش این است که علی خامنه به هر طریقی پایین بیاد شاید تاییدش هم ناراضی باشه دوشار مشکل شده و مسئله دوم به نظرم تو روی کردم یه جوری شب آقای خامنه ای شده آقای خامنه ای واضحه که طبقه متوسط باش نیست از روشن فکران کانون نویسندگان هنرمندان موقعی که شما باش صحبت میکنی اول میگه که آقا کی میگه احمد شاملو شاعره احمد عزیزی شاعره یعنی روشنفکر تراشی میکنه برات تو محلی دوم تکلیفش روشن میگه آقا اینا تحت تاثیر غربن یا عاملن یا ناخودآگاه شما هم همین کار رو میکن. یعنی میگویید طبقه متوسط منافعش به منافع نظام گره خورده و واسه همین قایبه آقای پیرزاده چنین چنین گفتید من فکر نمی کنم <تصفح> که شورای ملی ایران یا من شخصا هیچ وقت آمده باشیم گفتیم بودیم طبقه متفسد به منافعش با منافع جمهوری اسلامی گره خورده چنین بره. حرفی رو شما اگر برگردیم با اون فکر باشید. میشه گفت مبنایی تر آقای مهدوی آزاد که جریان براندازی میخواد آیت الله ای رو بکشه پایین و به همین دلیل مثلا از تحریم ها دفاع میکنه ببین دو تا چیز متفاوته ببین موقعی که ما میایم به قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه میکنیم میبینیم که در بندهای مختلف در اسرای مختلف این قانون اساسی مشخصه که کل قدرت در ایران دست یک نفر هست و اونم علی خامنه ای حالا چه قوه اجرایی باشه چه قوه قضایی باشه چه قوه مهننه باشه چه مطبوعات باشن ارتش و سپاه باشه همه اینا متمرکز شده در بین دست دستهای های آقای خامنه ای پس بنابراین این هیچ نوع تغییری در درون این نظام با بودن این نهادها مثل شورای نگهبان و نهادهای دیگه غیر ممکنه پس اونهایی که میگن که ما میخواهیم به در جهت منافع ملی برسیم به یک دموکراسی سکولار مجبور هستیم که از این نظام این رو... عبور بکنیم این خیلی فرق میکنه تا اونایی که میایند میگن که ما طرفدار حمله نظامی یا میان به کشورهای دیگه میگن که شما به ایران حمله بکنید یا تحریم های سختتر روی مردم بگذارید این خیلی متفاوته ببین دولت آمریکا مثل هر دولت دیگری دنبال منافع ملی خودش هست یا تعریفی که از منافع ملی آمریکا دارند دنبالش هستن ما باید ببینیم که چه, چه چیزی در جهت منافعمون هست که هر دفعه که ما با دورت مردان آمریکا یا اروپایی صحبت می کنیم همیشه حرف از دفاع از حقوق بشر می کنیم یا دفاع از بطالبات مردم می کنیم و این ازشون می خواهیم که بیشتر بیایند و در این جهت اقدام بکنند باش من در مورد بحث تحریم ها احتمالا باید اینجا یک نفری که کاملاً مدافع تحریم ها بودش به نوعی پاسخ میداد اما نکته که آقای مهدوی آزاد مطرح ما در برابر تحریم ها و مخالفت با تحریم دو تا به نوعی روی کرد داریم یه روی کرد اینه که میگیم آقا تحریم شده و بعد بریم ترامپ رو بدیم آمریکا رو فش بدیم عینا این اتفاقاتی بودش که در دوره اوباما بودش خب یه روی کردی هستش که میگه آقا ما مخالف تحریم هستیم نگاه تحول خواهی نه. میگه آقا ما روی کردمون مخالف تحریم هستیم اما عامل تحریم عملکرد توه عامل تحریم جاه طلبی یک توه تو باید دست از این برداری تو باید کوتاه بیای که بهونه دستمون ندی ما مخالف تحریم هستیم اما شروع نمی‌کنیم تا تحریم بشه بگیم که آقا تقصیر آمریکاست تو چرا تحریم کردی مسئله تحریم اینجا ابزار باید باشه برای شما شما تحریم میکنید شما منظور نشه نمی‌کنه میشه تحریم کردن بله اجازه, اجازه بدید یه نکته رساله من مثلا تحریم آقای ملکی آقای ملکی آقای ملکی آقای اجازه بدید آقای ملکی اجازه بدید یک استدلال کسایی که مخالف تحریم هستند و خیلی از اینها اصلاح طلب نیستند. استدلال مهمشون این است که وقتی دموکراسی میاد ایران که جامعه قدرتمند بشه در مقابل حکومت و میگن تحریم هر شکلش جامعه رو ضعیف میکنه و به این معنا تحریم ممکنه در خدمت براندازی باشه اما در خدمت دموکراسی نیست. بله که این نکته بگم تحریم داریم و تحریم بعد ما باید دفاع کنیم از تحریم های هوشمند تحریم هایی که به نظام جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی لطمه بزنه واقعیت اینه آقای پیرزاده و اینه امکان اینه که واقعیت اینه که تحریم هوشمند گفته شده اما جز چند تحریم سفر مقامات اینجوری که بیشترش هم سمبولیکه تحریم ها وقتی ما میگیم تحریم یعنی تحریم های اقتصادی و تحریم های اقتصادی یعنی ضعیف کردن جامعه ایران از هر قشر و طبقه آقای مهدوی آزاد و مدام میگن طبقه متوسط ولی ما باید طبقات دیگر رو در طبقات پایین تر هستن که در نتیجه تحریم ها نمیتونن دارو بخرن اجازه بیدن تموم بکنم این نکته رو ببینید در هر صورت برای رسیدن به یک هدف هر هدفی باشه شما باید بهایی بپردازید هیچ چیزی به راحتی به دست نمیاد به خصوص دموکراسی و آزادی تمام کشورهایی که ما شانس داریم توش زندگی میکنیم مثل بریتانیا، فرانسه، بولند، آلمان یا آمریکا اینا هر کدوم برای رسیدن به این اه اه ارزش هایی که امروز دارن و ازش بهره مندن و تونستن پیشرفت بکنند رهای سنگینی پرداختن در گذشته پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که میتونیم مفت و مجانی به این ارزش ها برسیم فقط اجازه بدین این تمام بکنن تحریم ها این موقعی حد... این بعد مردم ایران حس بکنن که هدف هدف یعنی سازی باید کرد اگر نشون بدیم که در آینده ما میتونیم به یک آینده درخشان برسیم میتونیم به رفاه و امنیت برسیم ولی برای رسیدن از این باید از یک دوران سختی و از یک دوران بالاخره بهایی بپردازیم عبور بکنیم من فکر کنم که همه نه ولی استدلالی رو میخرن می اکثریت خواهن خرید اگر خیلی شفاف بیان بشه خیلی خیلی ممنونم ببینید شما از ما از جیب مردم که نمیتونیم ببخشیم که شما میگید هزینه باید بدین. درست میگه ولی خب هزینه ما در مورد جیب خودمون میتونیم صحبت کنیم که بیایم ما این هزینه رو بدیم ما اینجایم خب اون طرف تو تهران طرف جیره نه نه من دفاع نمیکنم ببین تو متوسط ببنید. اتفاقی که افتاده ایالات متحده آمریکا سپاه رو باید تحریم کنه من از تحریم سپاه 100 درصد دفاع میکنم میتونه در سوریه با سپاه وارد جنگ بشه خب اینا تحریمای هوشمند میتونه با سوریه وارد جنگ بشه با سپاه کاری نداره در سوریه با استراتژی آقای ترامپ اینه که مردم رو اونقدر ببره دم دیوار تحت فشار و گلستگی بذاره بلکه علیه حکومت قیام خب کنه من گفتم دوست دارم آقای ترامپ کارش رو کرد گفتم ما باید از آقای ترامپ یا سران کشور دیگه چی بخواهیم من نمیگم ارزا هر کاری که دولت آمریکا میکنه درسته نه؟ این نکته ای که گفتید که از دولت ترامپ چی بخواهیم این رو وصل کنیم به حرف پیشینتون که باید هزینه داد و مقایسه میکنید با کشورهای پیشرفته این در عمل معنیش این است که مردم بگید که مردم رنج بکشید تا دموکراسی بیاد دیگه به شرطی که ببینید اگر دید. مردم ببینن که همزمانی که ممکنه که سری تحریما باشه که برای مردم سخت باشه ولی همزمان سیاست آمریکا یا سیاست دو... کشور دموکراتیک هدفش رسیدن به دموکراسی در ایران هست و نه مذاکره و یک فرمی توافق کردن با نظام فکر می کنم که خیلی فرق خواهد شما با این استدلال آقای ملکی؟ ببینید من می یه چیزی بگم که درست به مرتبط به این هستن آقای بهدوی به آزاد اگه درست شنیده باشم الان گفتید مثلا با تحریم سپاه موافق بله هستید ببینید الان همین خواهم اگه چقدر مسئله نسبیه همین تحریم سپاه رو کسانی که اصلاح طلب هستند در درون ایران هستند. میگن که شما وقتی میگه تحریم سپاه موافقم و سپاه 70 درصد 80 درصد 60 درصد اقتصاد ایران دارم یعنی با تحریم اقتصادی موافق هستید خب این حقیقا همون چیزی که ایشون میگفتش که به نوعی نقد میکردش به کسانی م. که حالا ما که مخالف هم هستیم ولی میگم اگه مخالف تحریم هستیم و فشار به جمهوری اسلامی بیاریم ایشون میگه من موافقم در همه جای دنیا در یک دوره مبارزاتی این اختلاف ها بوده سر اینکه تحریم تا چه اندازه بر روی چه کسانی اثر میذاره ما دوره آفریقای جنوبی و ماندلا رو داریم که ماندلا تا روزی که میاد بیرون قبل از اینکه انتخابات آزاد برگزار از تحریم اقتصادی دفاع میکنه یه دیم نقدش میکنن بحث این نیست خب میگم همچین هم داشتیم کسی هم و تنفوش بوده در این بدونم که استدلال موافق هستید که مردم باید هزینه بدن و اگر تحریم برقرار میشه و فشار به اونا میاد این هزینه لازمه برای اینکه بیه مرحله بعدی عبور بشه این چکیده حرفای آقای به لحاظ نظری کلی مشن... موافقم که در هر تغییری هزینه ای میخواد اما اینکه چه کسی باید این هزینه رو چه مردم قبول میکنن چه هزینه ای بدن به دوش خود مردم هست و اتفاقا برخلاف اون که آقای مهدوی آزاد میگه من نمیدونم چون نظرسنجی کار آماری نکردیم روش اما اون چیزی که در خیابون ها میبینیم که مردم میگن که مشکل ما همینجاست علی که میگن آمریکاست و اینها به نظر میاد حتی طبقه متوسط نه تنها طبقه محرومتر هم به جایی رسیده م. که حتی فکر میکنه شاید گاهی اوقات این تحریم جمهوری اسلامی رو بیشتر از من به صدمه میزنه به دلیل اینکه احساس کرده که موقعی تحریما رو برداشتن پولا از در دوره آقای اوباما اومد هیچش به ما نرسید تماش رفتش جنگ پس شما شوها... ها... حتی اون قسمت من نمیدونیم ولی به نظر نمیاد راحت بشه میگیم که مردم ناراضین بخشی از مردم الان شما که حتی دفاع میکنه از تحریما یعنی میگن متاسفانه همچین نگاهی هست من نمیدونم که اکثریتا اقلیتا ولی اینکه بیایم بگیم که آقا هر فشاری رو مردم تحمل نمی کنند و به نوعی خیلی جست حق به جانب یا نمایندگی مردم بگیریم به نظر من و... و... بیم واقعیتو بگیم جمهوری اسلامی است که بزرگترین تحریم و علیه مردم ایران و اقتصاد ایران کرده موقعی ما یه نظامی داریم حاکم در ایران که از 40 50 میلیارد درآمد سالانه نفت 25 تا 27 میلیاردش رو میاد خرج جنگ یا صدور انقلابش میکنه در لبنان در غزه در سوریه در عراق در یمن خب این 27 میلیارد لطمه وحشتناکی به اقتصاد به محیط زیست به مردم ایران میزنه خب این تحریم نیست این دزدی نیست اینو بعد روش فوکوس کرد از نظر من بین ترتیب آقای مهدوی آزاد اونجا که بحث تحریم ها و چرا مهمه برای اینکه صحبت از این بود که براندازی چه نوع تعاملی یا چه سیاستی در قبال فشار آمریکا بر ایران میتونه داشته باشه صحبت های دو مهمان دیگه حاکی از اینه که معتقدن شما آه، نمیتونی بگی که من امید به اصلاح جمهوری اسلامی رو دیگه کاملا از دست دادم ولی در حال بگی که هر نوع تحریم یا تحریم های اقتصادی رو نباید بر من ایران اعمال کرد تحر... هر تحریمی نباید اعمال کرد من میگم تحریم, تحریم های اقتصادی ب... تحریم های بر ایران آره سپا اگر بکنم. پروژه ما پروژه سیاسی تغییر حکومت باشه حال دکتر مالکی من مطلق این داخت که زرست حمایت از مردم میگیرم نه اگر پروژمون تغییر کشور حرکت کشور به سمت دنیای دموکراسی باشه موقع هزینه فایده میتونیم بکنیم این روند بعضی از این دوستان براندازه ما روند رانندگی بدون فرمونه با سرعت میریم به دیوار حالا برجا رسید من برداشتم این هستش که مردم ایران حاضر به پرداخت چنین هزینه ای نیستند این تحلیل منه امبار امریکی راست میگه نه او میتونه ثابت کنه نه من میتونم برداشتم این هست که مردم ایران حاضر به پرداخت این هزینه نیستن و برای چی چنین هزینه به پردازن برای چی ایران بعد دوشاره برنامه نفت در مقابل قضا بشه این دو, یه دو و سه همین تحریم هم خواهیم دید اگر جمهوری اسلامی اگر به اونجا برسه با آقای ترامپ معامله میکنه دموکراسی هم در ایران نخواهد رفت محصول این دوستان نوبرانداز ما که نمیدونن چیکار میکنن اینه که اقتصاد ایران رو ویران میکنن دموکراسی هم تو کشور نمیره خامنه ای تقویت میشه به به نظر میرسه ای... جمهوری اسلامی ویران کرده دوست عزیز بله این بحث جدا ولی ایزالی... این قایم میشید با کلمات بازی نمی کنیم واقعیت من به شما گفتم حبت بختی همه چیز جمهوری پزیریت. اسلامی با کلمات ب... من که از اول من که 10 سال از شما گفتم زندان سوال هم سوالی هستش عامل تمام بدبختی مو جمهوری اسلامی معنی که هستن که دارن اقتصاد رو ویران میکنن منظورم اینه آقای نگید ما داریم ویران میکنیم آقای مهدوی شما پیشنهاد چیه شاید براندازها به فایده ندارن تا همون جست پی... هم در... جست پیشنهاد خب شد ایران دچار انسداد سیاسی شده ما سیاس خب خب در این وضعیتی هستیم که بحرانه کسی که بگه من هیچ چیزی نمیدونم خب به نوعی خیلی تنزه طلبی راحت میتونم بگم آقا من نمیدونم هر اتفاقی افتاد بحث اینجاست که یک ایده درصد میگن که آقا ما نگاهمون براندازی جواب میده میگن تحول خواهی جواب میده یا که اینا هم خیلی نزدیکن به هم یه ایده میگن اصلاح طلبی جواب میده در حفظ نظام مثل اصلاح طلبان شما وقتی نقد میکنید همه رو خب ساده است نه نه ولی کی... باید بگید که خب من فکر میکنم چه راهی درسته مم. نفی همه که کاری نداره بب... ببینید این, این که راهکاره موجود سازمان مجاهدین قلب میگفت با خرق میگفت با سلاح هم... مثلا میخوام حمله بکنیم حالا نمیکنه اون چیزی که من میفهمم بهترین کار ترکیبی از این روانداست شما پولاریزه کردید فضای سیاسی ایران رو اگر آدم پروژه سیاسی رو توضیح بده میگن آها نگاه کن این اینجاش میشه اصلاح طلب اگر قشنگ توضیح بده کامل توضیح بده جمهوری اسلامی میگه نگاه کن اینجاش میشه پ... مثلا پروژه براندازان سیاسی اون چیزی که به نفع ایران در دنیام تجربه شده اگه قرار باشه هزینه هاش یا منافش به نفع کسی واگذار نشه روند تدریجی تغییر به شکلی که با توسط طبقه متوسط نمایندگی بشه حمایت طبقه محروم رو هم داشته باشه فرایند زمان زمان بریست زمان میخواد به این می نتیجه برسه این اصلاح طلبی شما اولش گفتید من که منامیدم از, شما... از اصلاح طلبی هر چی اسم شما بگید اینا این شما اصلاح شما بگید شما ترم انگلیسی شو بگید نه نه ما شما میگید رفورمیست دیگه نمیشه نه شفاف یه جایی وایسادی بعد شفاف بس بگم تمام بحث اون اول بازی گفتم شما دکون درست کردید تلاش تدریجی برای تغییر یا تلاش برای تغییر تدریجی این تمایزش با اصلاح طلبی چیه ببین یه چیزی هم براتون بگم فرآیند بس منحرف نشه من با آقای ملکی ملکی گفتم گفتم مدوش انصداد سیاسی هستیم کشوری که دچار انصداد سیاسی است فقط هم ما نیستیم خیلی از کشورها دچار اون شدن توش راهکار مشخصی وجود نداره کشوری که دچار انصدار سیاسی است طبیعی است که در واقع گروه ها با هم درگیر میشن هیچ کس راهکارش به نتیجه نمیرسه راه های مختلف امتحان میشه یکی پس از دیگری به بنبست میرسه طبیعی است توش ابتکار عمل میفته دست کسانی که صدای بلندتری دارن بله ولی و... من اون سال داره میپرسم نه... چون شما میگید راهکاری که به نظرتون میرسه نسرین ستودی یک راهکاره تغییر... ولی احتمالاً بگه تعبول طلبه شما اتفاقا اینکه که توی واجه ها به نسل سود راهکاری یعنی چی هستن؟ منظورتون که نسل سود چکار کنه؟ ببین نکن این که دارید میگید شما یه چیزی باید بگید مثلا بگید که آقا نسرین ستوده یا ایکس یا هر شخصیت دیگه ای بیاد مثلا بگه چی بیاد بگه که من دنبال جمهوری ام بیاد دیگه دنبال جمهوری خب اینا همین کار کردن دیگه اینا بعد فراخان رفراندوم دادن گفتن که ما دنبال این هستیم که به یک نظام سکولار برسیم و تغییر رفراندوم خواهی خیلی اومدن گفتن آقا عملی نیست شاید عملی نباشه واقعا ولی اون میگه که آقا ما اینقدر راحت فشار بیاریم نگاهی که تحول خواهی میگید میگید تحول خواهی میگید میخواد دیگه دستبندیامون معلوم شه اون میگه آقا من اینقدر فشار میارم تا جمهوری اسلامی یک روزی بیاد بگه که خیلی خب بیایم رفراندوم بذاریم شاید هیچ وقت این اتفاق نیفته قبل از اون براندازی و فروپاشی و انقلاب بشه جامعه ایران به یک هسته سخت قدرت تخ... تقسیم میشه از یک طرف که میشه آقای خامنه ای کسانی که منافع این ساختار رو میبرن و به اکثریتی که شا... خواه... خواهان تغییر هستن در واقع خیلی از اینه که اصلاح طلبان از 20 سال پیش برانداز بودن خیلی از این کسانی که براندازن اصلاح طلبان همه حرف من این بود که این تقسیم بندی های جعلی باعث منازعات جعلی شده و به نتایج جعلی میرسه تمام ارزم این بود شما دوباره بر مبنای اون نتایج جعلیتون میخواد از من که من تعیین پوزیشن, پوزیشن کنم همین حرفم هم از ابتدای بحث این بود اینه که شما طبقه متوسط رو نمیتونید وادار کنید که آقا انتخاب کن که تو برانداز مثل منی یا تحول خواهی یا سلطنت طلب که هیچ که چی که من مجبور شم انتخاب کنم یا رهبرم شاهزاده رضا پهلوی یا رهبرم عمار ملکیز یا رهبرم محمد خاتمی نیست هیچ کدومشون نیست ببینید مسئله اینجاست که تعریف تعریف غلطه هی باز برمیگردیم به این بس من فکر کنم که جامعه ایران حالا شما میگید فقط متمرکز کردید حرفتون روی طبقه متوسط ولی باید روی 80 میلیون حرف سد. جامعه امروز ایران شفافیت میخواد میخواهد که از مسئولین سیاسی کنشگران سیاسی کنشگران مدنی و دیگران بیان دقیقا بگویند که چه چشمندازی چه, چه اهدافی رو دنبال میکنن و برای رسیدن به اون اهداف چه راه ها چه استراتژی چه تاکتیک هایی رو پیشنهاد میکنن اون موقع هستش که اگر شفاف بیم بگیم آقا من هدفم اینه و میخوام برای رسیدن به این هدف از این راه برم اون موقع که با... مرزها مشخص میشه و مردم میتونن انتخابشون رو انتخاب درستی انجام بدن بله ات... نباید قایم بشیم دنبال یک مسائلی که من مثلا همین میگم مشکل که آقا منابع رو روشن کنید شفاف کنید روابط رو روشن کنید جلسات دیگران. بگید بگید پروژهتون شدارت چیه شدارت پروژهتون در مورد خوزستان چیه بگید پروژهتون در مورد تجزیه قومی چیه ببینید شما شما مخصوصا جریان شما هیچ چیزی هیچ بوی از شفافیت نداره از منابع مالی تا اهداف پشت پردش از لو پناه هم دارم بذارم شما این حرف میخوام من نمیتونم شما نه معلومه که ما مقابل رو, رو ملی ایران برای انتخابات آزاد یک نهاد کاملا مستقر هست که فقط و فقط از کمک هموطنان ایرانی در سراسر جهان میتونه کارش انجام بده وقتی که یه گروهی میگه من هدفم اینه راه حلم اینه میشه یه دسته‌بندی این که اتفاقا شما میگید که آقا همه چی رو بذاریم کنار همه و همین نگاه پوپولیستیه یعنی آقا ما همه تغییر میخوان، همه بیان بریم همه با هم خب نه من بدیم به داخل بعدش خیلی روشن میگم داخل میخوانم. من از شما بگیریم بدیم داخل نه ببین داخل و خارج هم کن بحث چرا داره؟ بحث متفاوت بله داره ولی نکنه داخل از همون داخل همین بحث فراخوان رفراندوم از داخل اومده بله. محبه. بحث خیلی ب... خیلی بحث است که از داخل میاد بحث داخل بحث اینجاست که شما یک جوری میگی بعد ب... ب... این دستبندی ها رو ما هم قائل هستیم که در یک جایی دستبندی اشتراک ما اینه که ما جفتمون سکولار دموکراسی میخوان خب دیگه مسئله من نیستش که من اسم بذارم تحول خواه یا برانداز هیچ فرقی نداره خب اما اونجا جایی که میگیم هدفمون چیه راه حلمون چیه دستبندی ایجاد میشه این یه چیزیه که مگر اینکه پوپولیستی بخوایم نگاه کنیم که همه اینها رو بذاریم کنار و این دستبندی هم قرار نیستش که به نوعی مانع باشه دستبندی برای توضیح جریانات مختلفه همون جوری که اگر اصلاح طلبان و اصولگران در داخل ایران بسیاری اشتراکات دارن ولی اختلافاتی هم دارن خب باید. این رو اگر میپذیرید این رو باید بسنید. این نگاه شما و این نگاهی که دنبال یکی و بعد بعدش هم بحث به نظر میاد که شما حداقل در مخاطب قرار دادن ما که بسیار مورد میگی منظورم شما نیستن یه جور تئوری توته میبینید باید. خبری نیست یعنی حداقل در مورد به نظر ما ما در خودمون میگیم این که یک خبرای یک اتاق پنهانی یه کسی جریانی میخواد دوپونی میخواد بله بله بل آقای کامل آقای ملکی شماری از کسایی که این تقسیم بندی داخل و خارج رو میکنن که آقای مهدوی آزاد بهش اشاره کرد نقدی که به جریانات برانداز میکنن و بر اساس اون نقد میشه گفت تا حدی متوجه شما هم هست این است که اینهایی که خارج نشستن برای اینکه روز از پی روز در کار مدنی مداومت وجود داشته باشه کاری که مثلا نسرین ستوده میکنه کاری که خیلی از حقوقدانهای دیگه میکن یا فعالان داخل کشور و این کار یک طرح مشخص سیاسی ندارن برای این کار واقعا ننشستن دقیق فکر کنن و خیلی کلی میگن ما میخوایم جمهوری اسلامی بر بیفته یا ما میخوایم تحول اساسی ایجاد شه ما تحول خواهستیم اون کار مداوم روز از پی روز مدنی و اعتراضی در داخل ایران اینا خیلی درش نقشی ندارن خب باید انجام شه من تو قائل هستم که این برنامه این به نوعی یعنی این نقد قبول را. دارید بله 100 درصد قبول اگر این کاری کرده بودیم که خیلی وقت پیش جمهوری اسلامی شاید تموم شده بود به یه جایی رسیده بود که نقشه راه میخواد برنامه میخواد گام هایی میخواد من از همین منظرم هستش که تا اون بحث تحول خای براندازیم که نگاه که خیلی از براندازا فقط میگن آقا براندازی یعنی سیستم بیفته اینکه بعدش چیه قبلش چیه دوران گذارش چه شکلیه شما ابتدا نقد رو بعد میگید خیلی از براندازا چنین میگن من خودشان... میگم من به عنوان کسی که به نگاه مثلا تحول خواهی دارم تازه میگم خیلی هم همسایه هستم با این نگاه براندازی و احساس میکنم که باید همین کارو کرد من خودم به عنوان خودم که تحول خواهم از کسی که آقا بنویسم تحول خواهم یعنی چی مثلا 15 تا بند این تحول خواهی تعریف من این. خوب یه نقد دیگه ای که من اخیرا در یادداشتی از تغییر رحمانی فعال سیاسی این رو دیدم و جالبه به جریان براندازی این بود که جریان براندازی غالبا فاصله میگیره از انقلابیگری و از هر چیزی که رنگ بوی انقلاب داشته باشه بخشش به دلیل اینکه در اینجای انقلاب بود که یه بخش مهمی از براندازها در واقع در موزه اپوزیسیون قرار گرفتن دیگه این جریان اما تفاوتش با انقلابیگری چیه فارغ از اینکه انقلابیگری خوبه یا بده و ارزش مثبتی هست یا منفی به کنار اما راهکارهایی که شما پیشنهاد میکنید راهکارهای انقلابی هستند دیگه چون هر انقلابی که ضرورتا با خشونت همراه نیست بل. بنابراین براندازان اگر انقلابی نامیده بشن فکر میکنید ایرادی درش هست من فکر میکنم تا موقعی که برین شما یک حکومتی یه ساختاری رو به دلایلی بهش نتیجه رسیده که این ساختار قابل اصلاح نیست و باید جایگزینش بکنید خب این جایگزین که نخواهش انقلاب انقلاب مخملی میتونید داشته باشین انقلاب رنگین ما داشتیم در اروپای شرقی یا در آسیای مرکزی انقلابی با خونه پس ما اگر داشتیم. جریان برانداز رو جریان انقلابی بنامیم فکر میکنید این میتونه درست باشه باید. بریم انقلاب بستگی داره انقلاب رو چی, چی تعریف میکنیم انقلاب های مختلف وجود داره بله. حتی انقلاب هایی هستش که بدون کوچکترین شلیکی گلوله انجام میشه پس بله. بنابراین باید ببینیم که راه کرده و من بیشتر میخوام که روی مسئله تاکتیک ها و استراتژی و عمل کرد بیایم صحبت کنیم که چه راه حلایی ما پیشنهاد بکنیم ما چیزی که فکر میکنیم این هستش که اولا باید از طریق نافرمانی مدنی این کار انجام بشه که الان میبینیم که خوشبختانه خود جامعه ایران داره این کار رو انجام میده چه حالا ایشون میگفتن که جنبش آب نمیتونه یک مسئله حیاتی بشه برای نظام و از یک بحران بسیار حیاتی هست برای جمهوری حباً اسلامی حباً تحریف میکنید من گفتم نمیتونه جنبش گفتمانی باشه تو اونجا به دموکراسی بشه کی میگفت حیاتی نظام بسیار. نمیشه اه و اه همه اینها یک سری حرکت های نافرمانی مدنی است که داره بعد تقویت کرد و بهشون ولی به نظر من الان وقت زمان رسیده که تمام کسانی که واقعا به یک دموکراسی سکولار اعتقاد دارن تعارف بگذارن کنار و بیان به هم دیگه هم صدا و همدیگه همصدا و همسو بشن اون موقع هستش که میشه یک راه های برای کل جامعه ایران ارائه داد و به نتیجه رسید بسیار خب خیلی ممنونم به آخر بحث این هفته میرسیم تشکر از شما که پایین بحث نشستید و از مهمان های برنامه مهدی مهدوی آزاد رضا پیرزاده و عمار ملکی در روزهای شنبه چندین ساعت زودتر از اولین پخش تلویزیونی پرگار این برنامه را روی یوتیوب منتشر میکنه به این ترتیب اگر مایل به دیدن پرگار در یوتیوب هستید میتونید زودتر از دیگران برنامه رو ببینید هم پرگار یوتیوبی و هم پادکست یا نسخه شنیداری این بحث در وبسایت بی بی سی فارسی قابل دریافته پادکست برنامه در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم منتشر میشه و حتما میدونید که دوستداران پادکست این برنامه میتونن چند دقیقه اضافه گپ خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها رو بشنوند شب و روز بر همه شما خوش